سلام دوستان مهربونم، شروع میکنیم با هم الگوی مانتو زیبا رو بکشیم. ببینیم به چه صورتی هستش. از اساس الگوی کیمونو من استفاده کردم. دو تا خط عمود بر هم میکشم. خط عمودم به اندازه قد مانتو هست. خب این مانتو مدلش زیباییش یعنی به بلند بودنش هستش. روی خط افقی 8 تا 9 سانت داخل میشم. روی خط عمودم 12 تا 13 سانت میام پایین. این خط رو به هم وصل میکنم، دو تا نقطه رو، میشه هلال یقه جلو به دست میاد. روی خط سرشانم به اندازه سرشانه و قد آستین منهای مچی، حالا هر چقدر خواستین، مثلا مچی بین 8 سانت 7 سانت، حالا میگم بستگی به پهنایی که دوست دارید باشه، در از اون مقدار ازش کم میکنید. از این نقطه 13 تا 15 سانت میایم پایین و این نقطه رو وصل میکنیم به گوشه گردن و شیب سرشانمون مشخص میشه و به دست میاد. حالا از گونیا، یعنی که اگه خط کش داشتید به صورت قائم میذارید، اینجا باید زاویه قائمه بشه، به اندازه 1/2 دور مچمون بین مثلا 15 تا 20 سانت میتونید در نظر بگیرید. بیاین پایین، از اینجا هم 20 تا 23 سانت داخل میشید. خب حالا از اون قسمت بالا 40 تا 45 سانت میتونید بیاین پایین، 20 تا 23 سانت میایم داخل، از اینجا هم 40 تا 45 سانت میایم پایین و از این نقطه به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 3 تا 5 سانت داخل میشیم. این میشه خط، میشه 1/4 دور باسن به علاوه 3 تا 5 سانت. همین خط رو، همین 1/4 دور باسن به علاوه 3 تا 5 رو روی پایین الگومون، پایین کارمون که قد انتهایی کارمون هست، به اندازه همین 1/4 به علاوه 3 تا 5 سانت میریم به سمت چپ. اینجا میشه. حالا من میام این قسمت رو از این انتهای 20 تا 23 سانت که اومدیم هلال میکنم به خط پایینمون. حالا خودتون میتونید زاویهش رو یه مقدار هلال کنید و شکلش بدید. بعد حالا چه کار میکنیم؟ میایم ما از این انتهای کارمون 5 سانت میایم پایین و از این انتها، از اینجا هلال میکنیم به قسمت سی افمون. هلال میکنیم که انتهاش برسه به سی اف، همون خط مرکز جلومون. از این نقطه 30 تا 35 سانت بالا میریم. ما داریم این قسمت پایین رو شکل میدیم دیگه، 15 سانت داخل میشیم. خب حالا ما میام این هلال رو وصل میکنیم به قسمت بالا، ادامه هلال بالا میشه به این صورت. حالا من اومدم اینجا رو هم کشیدم، این قسمت انتهای 15 سانت رو میتونید با خط کش وصل کنید صافی، میتونید یه هلال خیلی ملایمی بهش بدید. برای خط گردن پشتم 3 تا 4 سانت میای، برای نوارم 10 سانت داخل میشیم و 20 سانت هم میایم پایین. این جای اون نواری که قراره که روی کارمون دوخته بشه. حالا برای مچمون 15 تا 20 سانت ما در نظر میگیریم دیگه، به اندازه 2 برابر دور مچمون، مثلا اینجا اگه 20 سانت باشه 40 سانت در نظر میگیریم، رو دولای بسته قراره کشیده بشه. و به اندازه حالا اگه 8 سانت هم ما پهنای مچمون رو بگیریم میشه 8 سانت، 2 تا 8 سانت میخوایم میشه 16 سانت و در 40 سانت. یا میتونید همون 20 در 8 رو بگید، اندازه ها رو خب 2 برابر کنید، بالا رو دولای بسته و این قسمت هم 2 تا ازش میخوایم که قراره تا بخوره و لای چسب بهش بخوره. این هم از آستینمون. حالا من میرم پشت رو هم میکشم روی کارم، رولت میکنم و بهتون نشون میدم. حالا نگاه کنید، آستین رو میتونید همون حالا مثلا شما 20/8 در نظر بگیرید و همینو ببرید روی پارچه و مراحل رو روی پارچه انجامش بدید. حالا قراره که فاصله بین مچ و آستین لباستون ریتون دوزی هم بشه. حالا اون بستگی به سلیقه خودتون دیگه داره. توی این مدل انجام شده، از پشت رولت میکنم، سجاف پشت و جلو رو هم در میارم و این هم قسمت مچ هم هست و تمام. امیدوارم این مانتو رو بدوزید و لذتش رو ببرید. یه مدل خیلی خوشگل و قشنگ که برای ایام محرم مناسب هستش. دوستتون دارم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.